قادسیه همچنان از ایرانیان قربانی میگیرد. با درود به پیشگاه همه باشندگان در همایش قادسیه، یادبودی بر نسل‌کشی فرهنگی اسلام در ایران. برونم تا در این سخنرانی با ارائه آمار به شما هممیهنان گرامی به این انگشت بگذارم که برای بیداری اکثریت مردم ایران از آسیب دیدگی های فرهنگی که با چیرگی اسلام دامن جامعه رو گرفته، راهی سخت و بس دراز در پیش داره. از این رو شایسته نیست که با دیدن شمار زیادی از ایرانیان که امروز از مکتب تمامیت خواه اسلام رویگردان شدند، کار آگاه سازی جامعه رو آسان بگیریم و اون رو انجام شده بپنداریم. شرایط درست وارون این هست. با توجه به رشد بسیار تند دانش و فرهنگ در کشورهای توسعه یافته غیر اسلامی و با توجه به تبلیغات گسترده الله پرستان در جامعه ایران و همچنین رشد کند رهاسازی ایرانیان از خرافات و باورهای اسلامی، اگر فرایند بیدارسازی مردم رو با شتابی چندین برابر پی نگیریم، بدبختانه در چندین دهه آینده شکاف بسیار بزرگتری رو میان دستاوردهای کشورهای غیر مسلمان و درماندگی جامعه اسلام زادمون خواهیم دید. با اینکه نزدیک به 14 سده از هجوم اسلام به ایران میگذره، ولی گزارش آماری نشون از اون داره که فرهنگ کشی اسلام در ایران همچنان با قدرت بسیار زیادی ادامه داشته. سرمایه های ملی ایران برای تبلیغات اسلامی هدر رفته و روزانه به روش های گوناگون اندیشه ایرانیان با خرافه های اسلامی بمباران شده. برای اثبات این سخن در اینجا نمونه های آماری رو با شما ارجمندان در میان میذارم. بنا به گفته مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سال 1395 کوچ تازی یا همون هجری شمسی نزدیک به 200,000 آخوند و ملا در کشور به فعالیت‌های اسلامی مشغول بودند. نزدیک به 10,000 طلبه خارجی مرد و بین 3,000 تا 3,500 طلبه خارجی زن در گوشه و کنار ایران فعالیت اسلامی داشتند. توجه کنید که این آمار مال 3 سال گذشته است. امسال اما نزدیک به 160,000 طلبه درس طلبگی خود را آغاز کردند که از این شمار 50%شون رو بانوان تشکیل می دادن. تعداد اعضای ثبت نام شده و رسمی بسیج سال 1394 کوچ تازی به گفته رئیس سازمان بسیج مستضعفین 23,800,000 تن بوده. همچنین نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی حضور طلاب و روحانیون در مسائل اجتماعی و فضای مجازی با شرط رعایت شؤون روحانیت رو بسیار ضروری دانسته و ادامه داده که حوزه‌های علمی ما باید روزی برسد که آمادگی پاسخگویی به 100% نیازها رو داشته باشند و حضور در فضای مجازی یکی از این بسترهاست. بیش از 80,000 مسجد در کشور وجود داره که نشون میده شمار مساجد نسبت به پیش از شورش اسلامی 57 3 برابر شده. بر اساس آمار سال 1394 کوچ تازی به گفته خبرگزاری ایلنا، در سراسر ایران 91,000 هیئت به همراه 18,000 هیئت از نوع چادر و تکیه فصلی برآورد شده. مهم اینه که همه مکانهای روزخانی جز این آمار نیستن، چون هیئت‌های موقت فصلی و دوره‌ای هستند که مکان مشخص و ثابتی رو هم ندارن.
و اما سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه در سال 1390 یعنی 8 سال پیش اعلام کرد که از نخستین سال شورش اسلامی 57 یا همون انقلاب 57 تا کنون شمار امامزاده ها 7 برابر شده و نزدیک به 11,000 امامزاده رسمی در ایران داریم. باز توجه کنید که آمار مال 8 سال گذشته است. امسال شمار حجاج ایرانی از 81,000 تن در سال گذشته به 84,000 تن افزایش یافته و پس از قادسیه دوم یا همان انقلاب 57 امسال درازترین دوره حج رو شاهد بودیم. همچنین امسال نزدیک به 3.5 میلیون ایرانی برای مراسم اربعین حسینی به کربلا رفتند که این شمار نسبت به سال گذشته 1.5 میلیون افزایش داشته. در پایان اینکه به ازای هر 266 تن ایرانی شوربختانه یک مقدار یا روزخان در ایران وجود داره. فرجام سخنم اینه که با نیم نگاهی به آمار گفته شده میتونیم به سادگی دریابیم که الله پرستان تا چه اندازه برای نگهداشت مذهب اسلام که به زور شمشیر و با بردگی و کنیزی بردن ایرانیان به این سرزمین وارد شده کوشش میکنند. البته بیان این حقیقت برای دل سرد کردن کنشگران فرهنگی همراه در این سمینار یا شنوندگان محترم نیست، بلکه آماجم اینه که به یاد داشته باشیم برای چیرگی بر نسل کشی فرهنگی اسلام در ایران که از قادسیه تا کنون همچنان ادامه یافته نیازمند کوشش فراوان، صرف انرژی و سرمایه بسیار است. برای کامیابی در این نبرد فرهنگی باید فرهنگ اصیل ایرانی رو در جامعه زنده کنیم و ابزارهای ما در این راه شامل بیدارسازی مردم نسبت به خرافات، آگاهسازی ایرانیان درباره نسل کشی و فرهنگ کشی اسلام در ایران، زنده کردن دوباره ایرانگرایی، برانگیختن حس ملیگرایی و از همه مهمتر گسترش آیین بومی ایرانی که همون جهانبینی خردگرای زرتشتی است می باشند. با بی‌توجهی به هر یک از ابزارهای یاد شده از پیروزی در این نبرد برجاوند دور خواهیم شد. کوشش همگی ما برای روزهای بهتر. سپاس از توجه همه شما. پاینده ایران.